ولی گویی دیده شده که حکومت افغانستان حتی شخص رئیس جمهور کرزی در مقابل پاکستان بسیار جدی نبوده، هرچند ما بارها شنیدیم که پاکستان در مقابل افغانستان صادقانه عمل نکرده در هیچ مواردی، اما به هر حال یک دو روز دیگه کمیسیونی از طرف افغانستان در پیوند به پرونده ترور رهبر شهید میره به پاکستان، از طرف افغانستان به پاکستان میره. شما فکر میکنین که اینا چقدر جدیت باید داشته باشن؟ آیا واقعا همین جدیت حفظ خواهد کردن؟ کمیسیون یا رئیس جمهور؟ نه کمیسیون، یک کمیسیونی که همین کمیسیونی که تشکیل شده. خب در نکته ای که رئیس جمهور چرا پاکستان مثلا جدی نمیگیرن، او مربوط به پالیسی خود رئیس جمهور است، ولی ما اینکه میگیم که ما نمیخوایم که پاکستان با پاکستان دشمنی کنیم، ما میخوایم که پاکستان یا دشمنی ما نباشه. وقتی که اینا از دشمنی دست نمیگیرن، ما دیگه سر تسلیم و سر تزرع و سر زاری و آزر برای پاکستانی باید پیش نکنیم، خم نکنیم. این مطلب است که همه با یه انشاءالله موافق است، همه مردم افغانستان که آزادی را دوست داره و آزاد منش هستن را تایید میکنن. این کمیسیون وقتی که برای به پاکستان، پاکستان اعلان کرد که ما اگر به خاک ما ارتباط بگیره ما آمده همکاری هستم. صدر اعظم پاکستان که تشریف آورده بودن به فرزند ارشد رهبر شهید استاد شهید به اونا گفته بودن که اگر ریشه بیای به پاکستان ما که تان همکار هستیم. اگر آیسای میگه که نه ما دخیل نیستیم، ما از توریست های حمایت نمی کنیم، معلوم میشه اینجا که اسنادی که وجود داره کمیسیون برای از اینا تقاضا بکنه افراد مشخص شده ای که در این ترور و انتحار دست دارن اگر تحویل افغانستان کردن، واضح است که نه آیسای طرفداری قضیه و شهادت استاد بوده و نه هم دولت پاکستان این چیزا میخواسته و معلوم میشه که یک صداقت در بین بود پیدا میشه به میان میه. در غیر او پاکستان دشمنی خود علنی میکنه. شما ولی صاحب شک دارید که پاکستان در ترور رهبر شهیدمون دست نداره یا حداقل حلقات از پاکستان در ترور رهبر شهیدمون دست نداره؟ مگر شک نمی داشتم در نخستین لحظه شهادت رهبر من در بیانیه خود در باشنده اعلامی که دادم این چیز نمی گفتم و این واضح است که پاکستان در تمام خشونت بزرگ در افغانستان دست داره. پس فکر میکنم ولی صاحب کدام گروه، کدام حلقه خاصه از درون پاکستان در ترور رهبر شهید افغانستان دست داره؟ نوکرایی که از خود افغانستان است اینا وسیله هست، ولی طراح اصلی آیسای پاکستان است که ما همیشه گفتیم و نه تنها آیسای پاکستان در قضایه دست دارد، بلکه گروه حقانی را در دست دارند، بلکه تمام گروه های خشونتگرا را در دست دارند، بلکه تمام قضایه کشمیر را در دست دارند، بلکه انتقال ترور و انفجار و اختناق و انفجار و انتحار به دیگر کشورهای غرب و شرق و اروپا هم اینا به دست دارن. ولی دریافت های شما چی است؟ پاکستان از ما چی میخواد؟ پاکستان میخواد که ما میشن نوکر اینا بوده باشیم. پاکستان میخواد که از افغانستان با سادگی به کشورهای آسیای میانه خود برسانن، با نفت و گاز اونا دسترسی پیدا بکنن، کالاهای بی کیفیت خود بازار خود بسازن، با آسیای میانه بازار خود بسازن و خط دیورن برای همیشه فراموش ملت شوه و یک حکومت متزلزل وجود داشته باشه که همیشه الهام گرنده از پالیسی و سیاست پاکستان بوده باشه. بالاخره پاکستان در این منطقه میخوان که افغانستان هم نیز عمق استراتژیک داشته خود داشته باشن تا هر قدر دردسری که با هند پیش میکنن برای خود اینا عمق استراتژیک داشته باشن، موقعیت جغرافی زیاد با اختلال داشته باشن و با سادگی بتونن که هند هم اذیت بکنه و کشورهای منطقه را اذیت بکنه. بالاخره در منطقه میخوان که یک بادار امپراتوری منطقه سر یک کشورهای مظلوم بوده باشه. و آیا چنین چیز امکان داره؟ اگر یا منطقه درست سیاسی را به کار بندازن هرگز نه. این خشونت ها عمق قسمی که بارها گفته شده که دامانش خود شما را یک روز میگیره، امروز دامان پاکستان هم گرفته. دیگه پاکستان او کشور باثبات نمی باشه. متوجه باشین، یادتان باشه که آنچه را که برای افغان ها و دیگرها اینا روا داشتن امروز ای آتش به دامن خود اینا رسیده. بر بگردیم ولی صاحب، رئیس جمهور حامد کرزی شب گذشته در همین برنامه‌ای که من و شما صحبت میکنیم در برنامه ژرفنا گفت که افغانستان، حکومت افغانستان متعهد است که رهبر جهاد مقاومت و صلح افغانستان را نامزد جایزه صلح نوبل بکنه.
شما این را چقدر استقبال میکنید؟ نتانه استقبال میکنیم که بسیار از این خوش میشیم و اگری به جایش برسه بسیار لذت خواهد بردیم. سرفرازی ما و مردم ما و کشور ما خواهد بود. ما از جناب رئیس جمهور تقاضا میکنیم که در این راستا از تمام نفوذ خود در بیرون در کشورهای بیرونی دارن و در خود همی نهاد دارن که جایزه نوبل فکر میکنم از سویدن هست همیشه تنظیم میشه از اون آخرین نفوذ خود کار بگیرن تا هی تحقق بیابن. پس در این راستا فکر میکنین که آیا رهبر شهید افغانستان که در راستای صلح جانش را فدا کرد آیا رقیبی خواهد داشت؟ اگر دنیا بر اساس واسطه ها، خودبینی ها و علایق خاص خودشان حرکت نکنه یا همین نهاد جایزه نوبل، من فکر میکنم که برنده اصلی و واقعی استاد شهید، رهبر شهید است. و اگر اینکه سلیقه ها و خواسته های خود در نظر بگیرن و چهرهایی را که خودشان میخواهند بلند بکنن و مستحق جایزه بشن، او گپ جدایی است. اگر بخواهند که به یک چهره واقعی که واقعا جان خود فدای آوردن صلح کرد و نام جایزه جایزه صلح نوبل است، در این شکی نیست که استاد برنده هست، چون فدا کرده خود در عمر خود از زندگی خود. استاد شما رو باور هستن که استاد برهان الدین ربانی شهید در واقع اساس شورای عالی صلح و صلح افغانستان بود، حالا که به همین خاطر هم هستن که طالبان آمدن قلب صلح و شورای عالی صلح افغانستان را هدف قرار دادن. شما فکر میکنین پس از استاد شهید، پس از رهبر شهید، شورای عالی صلح یعنی چی؟ خب من نمیخوام که موضوع بسیار سیاسی شود، ولی نکاتی رو ما گفتیم باز تکرار میکنم که این دسته و گروه تثبیت کردن که صلح رو نمیخوان، به صلح ارزش و اهمیت قائل نیستن و صلح نمیپذیرن و هیچ نمیشناسن صلح، و با از کودک گرفته تا رهبر و تا کسی که آغاز صلح بین عباس کرده بود به اونا هیچ کسی رحم نکردن، رحم نمیکنن، با عبادتگاه و مسجد هم رحم نکردن. یعنی معلوم است که اینا آن دیدگاهی را که خودشان دارن و اونطور یک گروه متحجر سنگدل آدم کش انسانخوار و خونخوار میخوان که سری گرده مردم سوار بکنن و مسلط بسازن، مثل که در گذشته یک حکومت شلاق و کیبل و گردن زدن و سر زدن و دار زدن بود که مردم حکومت هم مزیش دیدن. اینا تو برداشت خود دارن، یعنی این تثبیت ساخت یک بار دیگه با شهادت رهبر شهید که اینا صلح نمیخوان. من در ابتدا اگه شنیده باشین در مورد شورای صلح حرفای داشتم که سال با این گروه متحجره که دستور دستور را قبول ندارن، حضور پررنگ زنان را قبول ندارن، دموکراسی مطابق روح اسلامی را قبول ندارن، دست خواندن دخترها را قبول ندارن که خدا فرض گفته و پیغمبرش تاکید کرده، و مقسم آزادی بیان دوست ندارن، انتخابات آزاد دوست ندارن، رای گیری و رای دادن آزاد دوست ندارن، نمیخوان تمام چیزها را اینا به نام حقوق بشر چیزی را نمیشناسن. هیچ امکان نداره که در پشت میز یک حکومت دو قد بر دو جمع شوه و این چیزها را بپذیرن، ایش که میخواه اوش که نمیخواه. این همیشه من گفته بودم که سال متوجه ماشین جنگی طالبا شوه و اینا را جذب کنن که یا با عقده های مختلف رفته یا فریب داده شدن، انگیزه بهشان داده شده رفته. این امکان داره که اینا جذب شوند، سر حال بیاین که وطن خود را بالاخره دوست داشته باشن و برای آبادی وطن خودشان، برای عزتمندی و وطن خودشان، برای حفظ عزت شرف اسلام و دین اینا بیان تسلیم شون، کار بکنن یا ملحق شون، مدغم شون. اما برای علاقات معین گروه رهبری طالبان که یکی اونا برداشتن از اسلام چونین است، دو آزادی عمل خود اونا ندارن و وسایل وسیله دست استخبارات بزرگی منطقه است که آیسای است. تا که آیسای به اینا چیزی دارد نتونه اونا هیچ کاری مستقلانه آزادانه کردن نمیتونه. اگر امر فرمان آیسای نکنه دیگه اصلا گروهی به نام طالب وجود نمیداشه باشه. از کجا خود اکمال میکنن، در کجا باید عملیات میکنن، باز کجا میرن پناه میبرن؟ خب خاک پاکستان با در خدمتشان نبود، بروشان این درازه باز نبود و امکانات اختیارشان نبود، این کار دیگه وجود نمیداشه باشه. یعنی حال ما تاکید ما است که شورای صلح یک بازنگری شود. ما نمیگیم که مخالف صلح هستیم، صلح یک وجیبه، یک فریضه الهی است، امر الهی است، نیاز همه مسلمان ها هست، ضرورت جا خصوصا جامعه جنگ زده ما هست و ما
با هوش و گوش و پوست و گوش خود قبول داریم، سن بسول نیاز داریم و دوستش داریم که صلح مسئله شما بخواستن. امیر از ما می است که صلح با او کسایی که اصلا صلح نمیشناسن، با اونا صلح جمعیت ندارم، معنی ندارم. ما بالاخره خرابر ما رو شهید کردن، با کی صلح؟ با میاسم. یعنی ولی شما میخواین ایره بگوین که باید جنگید و از طریق جنگ صلح را به کشور حکم. شما ببینید که بعد جنگ ها به خاطر صلح هست. اگر نمی جنگیدیم شوروی می برآمد از افغانستان. همونهایی که ما را هم مجاهدین جنگ سالار میگن، ناقضین حقوق بشر میگن، توپک سالار میگن، تفنگ سالار میگن، هر چی که نام دارن یاد دارن نام میگذارن. من یک روز یک مجلس بسیار کلان گفتم که دوستا، آنانی که از مجاهدین بد میبرین و آنانی که مجاهدین شخصیت های آزادی خواه نمیدانین، اگر زحمت مجاهدین نمی بود امروز پسوند فرزندان شما اوف میداشت. من ایش خواه میفهمین که چرا اوف میداشت. این از این که کلمه درشت دیگه نمیشه که من بگویم. هستن کسانی که علی مجاهدین توطیه میکنن و اینا رو به نیت شخصیت های آزاد خود نمیشناسن، دوست ندارن، ولی اینها بودن که برای آزادی وطن دست میدن، قربانی دادن، 2 میلیون شهید دادن، 2 میلیون معلول دادن، به دست و پا دادن، چرا خورده و مرمی خورده دارن امروز، یتیما سرشیرهای با جا مانده، تعهدی که در نشست اول بن صورت گرفته بود که باید حساب بانکی باشه، دنیا کمک بکنه، از این کمک به خاندان شهدا کمک شود، تعهدی است که عمل نشد. آنچه را که اونا میخواستن، خصوصا در بعضی مسائل لایکی بسیار تلاش داشتن، ولی آنچه را که بخیر بود او را عملی نکردن. البته دو سه موادی است که در نشست بون عملی نشده که یکی شمی از خدمت شما عرض کردم. یعنی بعضی جنگ ها است که به خاطر آزادی میباشه. اگر جنگ مجاهدین برای آزادی نمی بود چه کسی میتونست که کشور آزاد میکرد؟ آیا شوروی خودش بیرون می برآمد؟ هرگز نه. آیا کسایی که اینجا داخل شده بود خودش بیرون می برآمد؟ هرگز نه. برای نامدادن که پس بیرون برآید. ولی نمیشه که ما بگیم که تنها در تفاهم با هر قوم انسان های شریر و سنگدل صلح به میان میاد. با این میگه که نمیخواین صلح، بله باید رزمید. وگرنه میکشه هم عزت و شرف ما را میگیره. هم ارزش ها را پامال میکنه.